سلام دوستان به کلاس درس امروز ما خوش اومدین اثبات معادل بودن سه اصل زیربنایی نظری اعداد رو ادامه میدیم با اثبات شماره سه مون تو دو جلسه گذاشته اگه یادتون باشه اثبات شماره یک و دو رو انجام دادیم حالا اگه تو این جلسه بتونیم اثبات شماره سه رو هم با هم انجام بدیم حلقه کامل شده و ثابت کردیم که اصل سه, سه اصل زیربنایی نظری اعداد همه با هم معادلن خب پس بیا فرض و حکم اون رو اینجا با هم دیگه بنویسیم میخوایم اصل خوش در رو توسط اصل استقرار قوی ریاضی نتیجه بگیریم پس فرضمون میشه که اصل استقرار قوی ریاضی برقراره اصل استقرار قوی برقرار میباشد و حکممون چیه حکممون اصل خوش در تیبیه. اینکه اصل خوش در تیبی برقرار می باشد. خب برای اینکه یه یادآوری بشه تعریف اصل خوشترتیبی چی بود؟ تعریف اصل خوشترتیبی این بود که هر زیر مجموعه ناتوهی مثل S از مجموعه عدد طبیعی یعنی N دارای کوچکترین عضو کوچکترین عضو می باشد خب میخوایم اینو با توسط اصل استقرار قوی ریاضی برقرار کنیم خب اثبات اصل خوش ترکیبی توسط اصل استقرار قوی ریاضی اثبات جالبیه چون توش میخوایم از ترکیب برهان خلف و استقرار استفاده کنیم که تا حالا این با هم دیگه نکردیم ولی اینجا میخوایم با هم دیگه تمرین کنیم خب گفتیم که میخوایم از برهان خلف توی این مسئله استفاده کنیم برهان خلف همونطور که قبلا هم گفتم یه ابزار خیلی قویه برای حل ریاضی و استفاده ازش هم به این ترتیبه که ما هر چیزی رو که میخوایم ثابت بکنیم فرض میکنیم خلافش برقرار باشه و اون وقت میبینیم که آیا با استفاده از این فرض خلف میتونیم به تناقض بر بخوریم یا نه اگه به تناقض بر بخوریم ثابت میشه که فرض خلف ما نمیتونه برقرار باشه پس حکممون برقراره پس بیام اینجا با هم دیگه بنویسیم فرض خلف ما میشه مخالف هر چیزی که میخوایم ثابت کنیم اینجا میخوایم ثابت کنیم S داره عضو پس فرض خلف میشه که S دارای کوچکترین عضو نیست درست و اون وقت تناقضی که میخوایم بهش بر بخوریم این هستش که اگه با استفاده از فرض خلفمون بتونیم به این نتیجه برسیم که مثلا S برابر مجموعه توهی باید باشه حتما حتما باید خالی باشه در صورت به تناقض برخوردیم دیگه برای اینکه خود فرض مسئله داره به ما میگه که زیر مجموعه S ناتوهیه پس اگه توسط فرض خلفمون که استاره کوچکتر عضو نیست ما به این نتیجه رسیدیم که در اون صورت حتما اثبات خالی باشه و هیچ عضوی نداشته باشه اون وقت به تناقض برخوردیم و فرض خلف نمیتونه برقرار بشه پس حکم ما برقراره خب برای اینکه توسط فرض خلف تناقضمون رو نتیجه بگیریم میایم از اصل استقرای قدی برای حل مسئله استفاده میکنم گفتیم که تو جلسه پیش گفتیم که هر وقت میخوایم از اصل استقرا یا استقرار قوی ریاضی برای حل مسئلهمون کمک بگیریم حتما یه تابع فرضیه رو اول تعریف میکنیم که گفتیم تابع فرضیه یا پی آی رو طوری تعریف میکنیم که اگه تابع فرضیه برای تمام اعداد طبیعی برقرار باشه بشه نتیجه گرفت حکممون برقراره مثلا اینجا که میخوایم حکممون این هست که استوهی در میاد خوبه که تابع فرضیه رو به این صورت تعریف کنیم که مثلا پی آی اینطوری باشه که همه اعداد طبیعی کوچکتر از آی عضو نیستن که این هم یه جرایی از اصل استقرای قوی ریاضی در اومد این تابع فرضیه درسته اگه ما بتونیم ثابت کنیم که تابع فرضی همون برای همه عدد طبیعی برقرار هست با استفاده از استقرای قوی ثابت شده که برای هر عدد طبیعی هیچ کدوم از عدد طبیعی کوچکتر از اون از اس نیستند، در اس دیگه درسته خب پس بیام سه مرحله استفاده از اصل استقرای قوی رو با هم یکی یکی بنویسیم پایه استقرا داریم فرض استقرار داریم و در نهایت میخوایم به حکم استقرار برسیم خب پای استقرا ببینیم برقرار هست یا نه پای استقرا این هست که باید ثابت کنیم P1 یعنی تابع فرضی به ازای اولین عدد طبیعی یا یک برقراره خب P1 میگه که یک عضو S نیست درسته میخوایم ثابت کنیم این برقراره فرض بکنید که یک عضو S باشه اگر اینجا بنویسم اگر یک عضو اس باشه در اون صورت قبول داریم یک کوچکترین عضو اس درسته چون که یک کوچکترین عدد طبیعیه دیگه اگر که یک عضو اس باشه در اون صورت همون یک هم میشه کوچکترین عضو اس و این تناقضه پس پی یک برقراره یعنی یک عضو اس نمیتونه باشه وگرنه فرض خلف زیر سوال میره خب حالا میرسیم به فرض استقرار یعنی فرض میکنیم که پی عدد طبیعی دلخواه n برقرار باشه به این معنی که هیچ عدد طبیعی کوچکتر از n عضو s نباشه اون وقت میخوایم ببینیم که آیا میتونیم حکم استقرار یعنی پی n به یک رو از پی n نتیجه بگیریم یا نه پی n به یک هم این است که هیچ عدد طبیعی کوچکتر از n به یک عضو s نباشه خب فرض بکنید که پی ان یک برقرار نباشه یعنی پی ان یک برقرار نباشد در اون صورت چه اتفاق میفته؟ خب فرض استقرار که به ما میگه پی ان برقرار یعنی هیچ عدد طبیعی کوچکتر از ان عضو اس نیست حالا اگه بخوایم بگیم که پی ان یک برقرار نیست از, از یک تا ان که فرض استقرار میگه عضو اس نیستن درن چه پس ان علاوه یک داریم میگیم که عضو اس دیگه که این هم نمیتونه باشه چون اگه هیچ عدد طبیعی کوچکتر از ان عضو اس نباشه ان علاوه یک عضو اس باشه خب ان با علاوه یک میشه کوچکترین عضو اس دیگه درسته چون از اون به قبل که عضوش نبودن پس ان به علاوه یک کوچکترین عضو اس که این باز تناقض داره با فرض خلفمون درسته پس این نمیتونه برقرار باشه و پی ان به علاوه یک برقرار هست حتما پس چی شد؟ ما اینجا در نتیجه گرفتیم که پی اگه فرض خلفمون درست باشه پی ان برای هر عدد طبیعی ان توسط اصل استقرار قوی ثابت کردیم که برقرار در نتیجه اس مساوی توهیه که این هم یه تناقضه چون خود صورت مسئله داره میگه که S یک زیرمجموعه مجموعه ناطوهیه. پس از اینجا نتیجه میگیریم که فرض خلف برقرار نیست و در نتیجه S دارای کوچکترین عضو است و اصل خوشتر تیبی نتیجه شد از این و اثبات ما کامل شد این هم از اثبات شماره سه مون. به این ترتیب این حلقه کامل شد و ثابت کردیم که هر سه اصل زیر بنای نظری اداد با همدیگه دیگه برابرن و از هر جای این حلقه شروع بکنید با فرض اون اصل میتونید دو اصل دیگر رو نتیجه بگیرید. تو کلاس درس بعدی میبینم اتون.